سرخط خبرها. ادامه درگیری میان حرس افغانان و نیروهای امنیتی در قندهار. مهاجمان انتحاری دو خانواده را به گروگان گرفتند. پشتیبانی ایران از تأمین ثبات در افغانستان. جواد ظریف میگوید ایران آماده است روابطش با افغانستان را گسترش دهد. و تنش‌ها میان روسیه و ترکیه به بالاترین حد خود رسیده است. سلام بر شما. با مهمترین ها در نیمه روز از یک با من نصرت منصور خوش آمدید. اینجا در استودیو همکارم قیام نوری هم با ما است و او لحظه به لحظه دنبال کرده نشست قلب آسیا را و تازه ترین ها را در این مورد از او میشنویم. قیام، نشست قلب آسیا 4 بار دیگه هم برگزار شد، 2 بار در استانبول، 1 بار در کابل و همچنان 1 بار دیگه هم در آلماتا. دقیقاً آجندای نشستی که فعلا در اسلام آباد برگزار شده چی است؟ بله سلام نصرت به خودت. آجندای مهم این نشست که پس از مراسم رسمیش و گشایش رسمیش برگزار خواهد شد، یک سری نشست های خیلی مهم میان یک نشست 4 جرمی هست میان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین. هنوز آجندای این نشست، محتویات نشست روشن نیست که در پیوان با چی صحبت خواهد شد، اما گمان زنی ها و برخی تحلیلگران هم به این باور هستند که در این نشست 4 جانبه 4 شریک مهم افغانستان، همسایه افغانستان، شریک مهم افغانستان در سطح منطقه ایالات متحده آمریکا بیشتر روی مبارزه با حرس افکنی، جستجوی راههای به خاطر از سرگیری گفتگوهای صلح بحث خواهد شد. در کنار از اون نشست سه جانبه میان افغانستان، هند و پاکستان برگزار خواهد شد و البته یک سری نشست های دیگه هم که نشست های دو جانبه هست میان افغانستان و پاکستان، میان هند و پاکستان که تنش های خیلی زیاد میانشان دارند در اواخر این نشست ها و این تنش ها خیلی بالا گرفته برگزار خواهد شد، اما در پیوند با جزئیات این نشست ها ما خیلی چیز تا هنوز نمیدانیم. قیام، در این اواخر به نوع روابط افغانستان و پاکستان تیرگی خود را داشته و چی انتظار میره که چقدر بر بهبود روابط و مخصوصاً بر همکاری در پروسه صلح میتونه تاثیر بگذاره نشست قلب آسیا در اسلام آباد؟ دقیقاً هم قسمی که شما اشاره کردین، این نشست در شب و روزهای برگزار میشه که روابط افغانستان و پاکستان در تیره ترین روزهایش میگذرانه و در پایین ترین سطح ممکن آن رسیده و به خاطر همین مثلا هم هست که این نشست قلب آسیا در اسلام آباد که محور اصلیش و تمرکز اصلیش افغانستان است، این مسئله را خیلی مهم میسازه. مطمئنا آجندای هیئت افغانی همی است که یک بار دیگر از پاکستانی ها بخواهند و درخواست کنند که گام های عملی به خاطر قطع منابع تمویل، تدارکات، تجهیز و مراکز آموزشی و پناهگاه هایی که به حراس افغانان به خصوص طالبان ایجاد شده در پاکستان هست باید اون از میان برداشته شود تا یک نوع اعتماد ساخته شود میان افغانستان و پاکستان، میان کابل اسلام آباد، که پاکستان در روند صلح افغانستان متحد است و صادقانه کار میکنه، که تا هنوز ما شاهد چنین چیزی نبودیم. پیام واضح و روشن این نشست دقیقاً که مطرح شده چی بوده و همچنان خواست دولت افغانستان از اعضایی که حاضر بودند در نشست و همچنان از دولت پاکستان چی بوده؟ واضح هست که دولت افغانستان با یک پیام خیلی روشن در این نشست شرکت کرده و او پیام روشنی است که افغانستان هرگز روی صلح، آرامی و ثبات را نخواهد دید مگر اینکه پناهگاه های طالبان و حرس افغانان دیگر که وابسته به این گروه هستند در درون خاک پاکستان از میان برداشته شود. این پیام مشخص حکومت افغانستان هست. اشرف غنی هم، رئیس جمهور افغانستان هم این مسئله را در صحبت های خود امروز بیان کردند. دیروز هم حکمت خلیل کرزی، معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان، هم این مسئله را در نشستی که مشترکاً با سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی پاکستان داشتم این نکته را رویش پافشاری کرد. و البته از جانب دیگر پیام مشخص پاکستانی ها و نخست وزیر و هیئت رهبری پاکستان به دولت افغانستانی است که خب پاکستان هرگز به حرس افغانان اجازه بود باش نمیده، عملیات های نظامی بر ضد گروه جریان داره و دشمن افغانستان دشمن پاکستان هست. سپاسگزار از خودت قیام. قیام نوری همکارم بود که تازه ترین جزئیات را در مورد گفتگوهای نشست قلب آسیا اینجا در استودیو با من مطرح کرد.
همچنان خبر از درگیری که ادامه دارد در قندهار، درگیری میان انتحار کنندگان و نیروهای مستقر در میدان هوایی قندهار هنوز پایان نیافته است و شمار از انتحار کنندگان شام دیروز به هدف میدان هوایی قندهار حمله کردند. شام دیروز نخست دو انفجار رخ داد و بدنبال آن مهاجمان در یک مکتب و یک بازارک در محوطه میدان هوایی مستقر شدند. با گفته مسئولان در جریان این درگیری 18 تن مشمول نیروهای امنیتی و غیر نظامیان کشته شدند و 11 تن دیگر نیز زخم برداشتند. مسئولان همچنان شمار انتحار کنندگان را 14 تن میگویند و با گفته آنان تا هنوز 9 تنشان را از پا درآوردند. رازق شیرزه فرمانده لوای هوایی در قندهار میگوید که انتحار کنندگان دو خانواده را به گروگان گرفتند و این وضع سبب کندی عملیات پاکسازی نیروهای امنیتی شده است. جاوید تنویر همکار از قندهار روی خط تلفن است تا جزئیات تازه را در مورد این درگیری از جاوید بگیریم. جاوید، آخرین جزئیات در درگیری در میان انتحار کنندگان و همچنان نیروهای امنیتی چی است؟ سلام تاسو او ټول لیدونکو ته. لکه تا چې مخکې وویل درگیری دغه وسله واله نښته اوس پای ته رسېدلې ده. امنیتي مقامات وایي چې دوی هلته په سیمه کې تصفوي عملیات پیل کړي دي. دقیقه شمېره د اوس پورې د تلفاتو په اړه چارواکي نه وایي، خو هلته امنیتي او ملکي سرچینې وایي چې دغه ملکي او نظامي مرګ ژوبله خورا لوړه ده، چې هلته مړي او ټپیان هم شته. هغه ارکان چې تاسو یاد کړل ممکن تر دې تلفات ډېر زیات شي. تر اوسه پرې په رسمي ډول امنیتي او دولتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. دوی وایي چې موږ به وروسته یو ساعت دلته کنفرانس ورکړو. ویل کېږي چې اوس دغه نښته پای ته رسېدلې ده او په دغو بلاکونو او په سیمه کې تصفوي عملیات شروع شوي دي. د دې سره تر څنګ هوایي ځواک هم دا دی پر سیمه باندې ګزمه کوي او سیمه کاملا د امنیتي ځواکونو له لورې کلابنده ده. جاوید، گفته میشه که دو خانواده را انتحار کنندگان به گروگان گرفتن. آیا هویتشان مشخص است و دقیقا در مورد آخرین جزئیات این دو خانواده؟ تماس همکار ما جاوید تنویر از قندهار متاسفانه قطع شد. وزیر خارجه ایران گفته است که کشورش از تأمین ثبات و امنیت در افغانستان پشتیبانی می کند. محمد جواد ظریف در دیدار با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه کشور در حاشیه نشست قلب آسیا در اسلام آباد تاکید کرده است کشورش آماده است تا روابط دو جانبه خود را با همسایه شرقیش گسترش دهد. وی با اشاره به موضوع برگزاری نشست کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور افزوده است از تاریخ برگزاری نشست کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور قادر خواهیم بود موضوعات مورد علاقه دو کشور را به گونه مشترک دنبال کنیم. صلاح الدین ربانی نیز با قدردانی از مشارکت ایران در نشست قلب آسیا گزارش از روند مذاکرات صلح در افغانستان را ارائه کرده و از حمایت‌های ایران از دولت وحدت ملی سپاسگزاری کرده است. جاوید تنویر همکار ما همچنان از قندهار دوباره با ما است. جاوید، در مورد دو تا خانواده که در گروگان گرفته شده از سوی انتحار کنندگان جزئیاتش چی است و آیا تلفات به اونا رسیده یا خیر؟ دغه تلفات شفاس مخته و دغه په دغه بازارګی کې او همدارنګ دغه بلاکونو ته چې د فامیلونو ته چې وسله وال ځای پر ځای شوي دي، دا تلفات هم دلته رامنځته شوي دي. تر اوسه پورې د دغو دوو کورنیو په اړه چارواکي څه نه وایي. دوی د دغې نښې د ځنډېدو یو لامل همدا بولي چې دوی هڅه وایي دا کول. امنیتي چارواکي وایي چې زموږ لومړنۍ هڅه دا وه تر څو امنیتي ځواک دغه کورنۍ له وسله والو له منګولو څخه خلاصه کړي. تر اوسه پورې معلومه نه وه، معلومه نه ده چې کورنۍ په کښې تللې ده یا دوی ژغورلې ده. وسله وال تر یو ساعت مخکې له دغه دواړې کورنۍ اسیرې کړې وې او له ځان ساتلې وې. دا د یو افسر کورنۍ ده، دلې د ملي اردو د یو افسر کورنۍ ده. تر اوسه پورې نور دقیق معلومات په دې اړه نه چارواکي ورکوي او نه هم هلته سیمه کې څوک په دې اړه څه وایي چې جاوید، آیا به خبرنگاران اجازه میتن که از محل رویداد جزئیات بگیرن؟ در
تیر لتیر ما شام را اسکل چې نشته په لسو د موج سیمیتر راغلی یو بیا سهار وختي سیمیتر راغلو فقط په ډیر لیر فاصله کې له میدان هوایي د باندې په ډیر لیر فاصله کې وته ولاړ یو تقریبا څلور ساعته کېږي چې موږ دلته انتظار کوو خبر اعلان ته دننه اجازه نه ورکول کېږي او ډیری معلومات له خبر اعلان څخه پټ ساتل کېږي. جاوید اگر کوتاه اشاره کنی آیا از آمار تلفات تا اکنون چیز جزئیات در دست است؟ اضافه معلومات نیست فقط اتلوستون د وشل کېدو او د یول ستټ کېدو خبره رسمي تایید شوې ده او کیندل سره وسوال مخالفین و چې په دغه ځای کې په میدان هوایي د نړۍ د حمله کړې ده الته سرچینې وایي چې تلفات په تلفات شمیره لوړه ده چې تلفات ډېر زیات دي خو دقیق ارقام نشته. سپاسگزار از خودت جاوید. همکار ما جاوید تنویر بود که از آخرین جزئیات درگیری میان انتحار کنندگان و همچنان نیروهای امنیتی در میدان هوایی قندهار جزئیات داد. جنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک نیروهای آمریکا از پیشرفت نیروهای امنیتی افغانستان در مبارزه با هراس افغانی قدردانی کرده است و ای که در جمع از نظامیان آمریکایی در پایگاه هوایی بگرام سخن میزد افزوده است که خدمات و فعالیت‌های مردم افغانستان و فداکاری آنان از حملات بیشتر به سرزمینشان جلوگیری میکند. جنرال دانفورد گفته است که شبکه القاعده نتوانسته است حملات بیشتر بر ایالات متحده آمریکا انجام دهد چون فشارهای بیشتر بر این گروه هراس افغان از سوی مردم افغانستان وارد شده است. این اولین سفر دانفورد به افغانستان پس از احراز این پست در ماه اکتبر سال روان میلادی است. رحمان ملک رئیس کمیته دائمی مجلس و کنترل مواد مخدر پاکستان گفته است هدف هند مانع اصلی برای عادی شدن روابط پاکستان با افغانستان است و این مدعی است که هند مانع اصلی در عادی شدن روابط پاکستان با افغانستان بوده است. رحمان ملک افزوده است که سطح رهبری هند و سازمان‌های استخباراتی این کشور نمی‌خواهند پاکستان و افغانستان موضوعات مرتبط و دو جانبه‌شان را از طریق گفتگوها حل سازند. رحمان ملک در حال این ادعا را مطرح می سازد که سوشما سوراج وزیر خارجه هند نیز در نشست قلب آسیا در اسلام آباد شرکت کرده است. 16 تن از افراد طالبان و داعش در درگیری میان این دو گروه در ننگرهار کشته و 11 تن دیگر زخم برداشتند. حضرت حسین مشتیقیوال سخنگوی فرماندهی پلیس ننگرهار میگوید درگیری میان افراد این دو گروه شب گذشته در منطقه مانوی ولسوالی چپرهار روی داده است. مشتیقیوال می افزاید که 23 هراس افغان دیگر شب گذشته در نتیجه عملیات هواپیماهای بی سرنشین آمریکایی در مربوطات ولسوالی خوگیانی این ولایت کشته شدند. پلیس ولایت بغلان از کشف و ضبط 17 کیلوگرم مواد مخدر خبر می‌دهد. عبدالرشید بشیر آمر امنیت فرماندهی پلیس این ولایت می‌گوید قاچاقچیان 17 کیلوگرم چرس را در یک موتور کرولا از ولسوالی اندراب بارگیری کرده و قصد داشتند آن را به کابل منتقل کنند، اما در مربوطات ولسوالی خنجان کشف و ضبط شد و گفته بشیر یک تن به اتهام قاچاق این مواد بازداشت شده است. پلیس ولسوالی خنجان در چک پوینت که داشتن در ولسوالی خنجان یک راه موتور کرولا را با یک نفر مظلومی که مقدار 7.5 کیلو چرس انتقال میکرد از ولسوالی اندراب ها به طرف کابل به فیلد دستگیر کش و مظلوم قضیه را هم دستگیر و پنج قانون سپرده است. فرصت پیش آمده برای افغانستان و پاکستان بسیار مهم است و باید رهبران حکومت وحدت ملی از این فرصت برای بهبود روابط دو کشور استفاده کنند. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید که پاکستان در این راستا گامهای عملی برداشته است. همزمان با این عبدالله رئیس اجرایی میگوید که اختلاف نظرها میان سران حکومت وجود دارد، اما همه رهبران خواهان خدمت اثرگذارتر و صادقانه‌تر به مردم افغانستانند. دیدارهای پیهم دیپلمات‌های بلندپایه آمریکا در اوج تیرگی روابط کابل اسلام آباد. کابل سالها در انتظار همکاری صادقانه پاکستان برای تامین صلح است، اما اسلام آباد ظاهرا هیچ گامی برای این کار نبرداشته. اما این دیپلمات بلندپایه آمریکا با پاکستانی ها گپ زده و از زبان آنان میگوید اسلام آباد برای بهتر شدن روابطش با کابل گام های عملی برداشته است و اما روشن نمی سازد چه گام هایی. من اخیراً با پاکستان هم رفته بودم و با مقام‌های سیاسی و نظامی این کشور صحبت کرده‌ام.
آنان واقعا میخواهند روایت کنونی را کنار بگذارند و به خاطر به ثمر رسیدن روند صلح، مبارزه با هراس افغانی و همکاری های نظامی مرزی و مسائل اقتصادی خواهان روابط قوی تر با افغانستان هستند. پاکستان برای گسترش این روابط با افغانستان متعهد است و برای ثابت کردن این مسئله یک رشته ابتکارات را نیز انجام داده است. آقای فلتمن از سران حکومت وحدت ملی میخواهد از فرصت پیش آمده برای بهتر شدن روابط افغانستان و پاکستان استفاده کنند. فرصت تازه برای بهبود روابط با پاکستان یک فرصت خیلی مهم است. من شدیداً به رهبران حکومت وحدت ملی اشرف غنی و عبدالله عبدالله توصیه می کنم که از این فرصت استفاده کنند و برای تأمین صلح و ثبات بکوشند تا روابط نزدیک با پاکستان داشته باشند. از سوی هم عبدالله عبدالله رئیس اجرایی می گوید حکومت وحدت ملی با تمام سختی هایی که دارد می کوشد خدمات بهتر برای مردم انجام دهد. حکومت وحدت ملی ایجاد شد بر مبنای منافع ملی کشور و منافع ملی کشور ایجاب می کند که این حکومت در راستای خدمات به مردم افغانستان و انجام وظایفش در قبال مردم افغانستان دستاورد داشته باشد و توقعات مردم برآورده شود. یک سال و نیمی از عمر حکومت تازه می‌گذرد. بر بنیاد نظرسنجی‌های سازمان‌های معتبر جهانی میزان رضایت مردم از این حکومت در پایین‌ترین سطح آن آمده. دست کم 80% مردم تا اینجای کار از کارکردهای این حکومت سخت ناراضند. برای رسیدن به ثبات و امنیت حکومت وحدت ملی باید روند گفتگوهای صلح را ادامه دهد. وزیر دفاع آلمان در سفرش به کابل همچنان تاکید میکند که سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان برای بهبود روابط دو کشور مهم است. همزمان سرپرست وزارت دفاع ملی میگوید که برای پیکار با گروههای هراس افغان نیاز به پشتیبانی جهانی است و ناتو باید نیروهای امنیتی کشور را بیشتر تجهیز و کمک کند. اعلام پشتیبانی درازمدت آلمان برای آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان. وزیر دفاع آلمان که به کابل آمده میگوید کشورش آماده همکاری های دراز مدت در افغانستان است و برای بهبود وضعیت امنیتی در این کشور و رسیدن به صلح حکومت افغانستان را کمک خواهد کرد. این مقام آلمانی تاکید دارد راه حل تامین ثبات و امنیت در کشور ادامه روند گفتگوهای صلح است. ما آماده همکاری های بیشتر برای بهبود وضعیت امنیتی و رسیدن به صلح در افغانستان هستیم و به کمک های خود ادامه می دهیم. در دیداری که با رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله داشتم روی موضوع روند آشتی و گفتگوهای صلح تاکید کردیم و این روند باید ادامه یابد. وزیر دفاع آلمان می گوید گروه های هراس افغان به ویژه طالبان در تلاش تضعیف نیروهای امنیتی افغانستان در ماه های پسین بودند، اما این نیروها توانستند با بلند بردن ظرفیت و توانایی های خود هراس افغانان را سرکوب کنند. در کنار این وی سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان را در بهبود روابط دو کشور اثر گذار می داند. ما مشترکاً برای سرکوب گروه‌های هراس افغان تلاش خواهیم کرد و باید برای آشتی و آمدن صلح حکومت افغانستان با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای منطقه روابط بهتر داشته باشد. سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان برای بهبود روابط دو کشور مهم است. در سوی دیگر همتا این مقام آلمانی میگوید مبارزه با گروه‌های هراس افغان جهانی در افغانستان نیازمند کمک‌های بیشتر جامعه جهانی است. مردم افغانستان قربانی اصلی تروریسم هستند، در جبهه مقدم قرار دارند و این مشکل هیچ کشور به تنهایی حل کرده نمیتونند. به او خاطر ضرورت و نیاز همکاری کشورهای منطقه و کشورهای و جامعه بین المللی برای مبارزه با تروریسم بسیار ضروری است. این مقام آلمانی در حال گپ از آغاز دوباره گفتگوهای صلح میزند که گویا در این روزها امید موفقیت این روند کم رنگ تر از پیش گشته و شایع مرگ رهبر تازه طالبان نیز بر سر زبان ها افتاده است. اما با آن هم باید دید در نشست قلب آسیا آیا رئیس جمهور غنی با مقام های پاکستانی روی از سرگیری گفتگوهای صلح به توافق میرسد. افزایش خطرهای امنیتی در برابر چهره های سیاسی و فعالان رسانه‌ای که منتقد سیاست های پاکستان نگران کننده است. نه یا حمایت کننده ی رسانه های آزاد از حکومت افغانستان میخواهد توضیح دهد که تهدید منتقدان حکومت مخالفان پاکستان کار ستون پنجم در درون نظام نیست. در جریان یک ماه گذشته دست کم 7 تن از سوی قصد ها زنده ماندند. وزارت امور داخله هم از تلاش ها برای تامین امنیت چهره های مهم سیاسی کشور خبر میدهد.
در جریان بیش از یک ماه گذشته صدیق الله توحیدی رئیس دیدبان رسانه ها، سالم وعدت مدیر مسئول خبرگزاری بختی، نثار احمد بهاوی مدلاور کشور، احمد سعیدی آگاهی سیاسی، ایله ارشاد عضو مجلس نمایندگان و شب گذشته هم طوفان وزیری آگاهی سیاسی و جاوید کوهستانی آگاهی مسائل استخباراتی از سوی قصد جان به سلامت بردند. بیشتر این چهره ها منتقدان سیاست های پاکستان و حکومت افغانستانند و سوی قصد به جان آنها با نگرانی نه یا حمایت کننده رسانه ها در کشور روبرو شده است. اگر کسی در درون نظام افغانستان است که دست به این کار میزنه، باید از طرف خود نظام شناسایی شوه و مورد پیگرد قانونی قرار بگیره. از طرف دیگر اگر این کارا از طرف حکومت افغانستان صورت نمیگیره، پس دقیقاً گروه‌هایی است که طرفدار پالیسی‌های پاکستان هستند و ای افرادی که مورد سوء قصد قرار گرفتن، اینا کسایی هستند که منتقد پالیسی‌ها یعنی پالیسی‌های پاکستان در قبال افغانستان هستند. وزارت داخله تاکید دارد که اگستی گردآوری اطلاعات به منظور تامین امنیت چهره‌های سیاسی و فعالان رسانه‌ای ایجاد شده است و تلاش‌ها برای حفظ جان این افراد نیز جریان دارد. برای پلیس ملی افغانستان، برای امنیت ملی افغانستان بسیار مهم است که چهره های شناخته شده ای که برای منافع ملی و منافع بزرگ کشور کار میکنند، اینا محافظت شوند و این وظیفه اصلی نیروهای امنیتی افغانستان است. در عین حال تقاضای ما در نیروهای امنیتی افغانستان است که معلومات دقیق و اطلاعاتی که خود این افراد هم در اختیار خود دارند و یا با موارد روبرو میشن که احساس میکنند که خطر است، باید با نیروهای امنیتی افغانستان تماس بگیرند. وزارت داخله در پیوان به سوی قصد به جان برخی از چهره های سیاسی از پیشرفت های سخن می زند، اما به علت آن که تحقیقات ادامه دارد جزئیات در این باره نمی دهد. پیش از این طالبان تلویزیون های یک و طلوع را دشمن خطاب کرده و کسانی که با این دو رسانه مصاحبه کنند نیز تهدید به مرگ کرده بودند، اما تا آن روز مسئولیت حمله به جان این چهره ها را کدام گروه با عهده نگرفته است. از همراهیتان به مهمترین ها در نیمه روز از یک سپاسگزارم. خدا نگهدار.